لوقا فصل 14 در یک روز سبت عیسی برای صرف غذا به منزل یکی از بزرگان فرقه فریسی رفت. آنان با دقت مراقب او بودند. آنجا در برابر او مردی دیده می شد که مبتلا به مرض آب گرفتگی بود. عیسی از معلمان شریعت و فریسیان پرسید: آیا شفای بیماران در روز سبت جایز است یا نه؟ آنها چیزی نگفتند. پس عیسی آن مرد را شفا داد و رخصت داد. بعد رو به آنان کرد و فرمود: اگر پسر یا گاو یکی از شما در چاه بیفتد، آیا به خاطر اینکه روز سبت است در بیرون آوردنش دچار تردید خواهد شد؟ و آنها برای این سوال جواب نیافتند. وقت عیسی دید که مهمانان چطور صدر مجلس را برای خود اختیار می کردند، برایشان مسئله آورده گفت: وقتی کسی شما را به یک مجلس عروسی دعوت می کند، در صدر مجلس ننشینید، زیرا امکان دارد که شخص مهمتر از شما دعوت شده باشد و میزبان بیاید و به شما بگوید جای خود را به این آقا بده. در آن صورت باید با شرمساری در پایین مجلس بنشینی. نخیر، وقت دعوتی از تو می شود، برو و در پایین مجلس بنشین تا وقت میزبان تو آمد بگوید دوست من بفرما بالاتر. پس تمام مهمانان احترامی را که به تو می شود خواهند دید. چون هر که کلانکاری کند خوار خواهد شد و هر که خود را خرد سازد سرفراز خواهد گردید. بعد به میزبان خود گفت: وقت مهمانی شام یا چاشت ترتیب می دهی، دوستان، برادران و دیگر خیشان یا همسایگان ثروتمند خود را دعوت نکن. مبادا آنان هم متقابلن از تو دعوت کنند و به این ترتیب عوض خود را بگیری. بلکه وقت مهمانی می دهی، بی نوایان و لنگان و شلها و کورها را دعوت کن و خوشبخت خواهی بود، چون آنان هیچ گونه وسیله عوض دادن ندارند و تو در آن روزی که عادلان زنده می شوند عوض خواهی گرفت. یکی از حاضران بعد از شنیدن این سخنان به او عرض کرد: خوشا به حال آن کسی که در پادشاهی خدا سر دسترخوان بنشیند. اما عیسی جواب داد: مرد مهمانی شام بزرگ ترتیب داد و عده زیادی را دعوت کرد. در وقت شام غلام خود را با پیغام پیش مهمانان فرستاد که حالا بیایید، همه چیز حاضر است. اما همه شروع به عذر آوردن کردند. اولی گفت: من قطع زمین خریدم و باید بروم آن را ببینم، لطفاً عذر مرا بپذیر. دومی گفت: من 5 جفت گاو خریدم و حالا می روم آنها را امتحان کنم، لطفاً مرا معذور بدار. نفر بعدی گفت: من نو عروسی کردم و به این سبب نمی توانم بیایم. وقتی آن غلام برگشت و موضوع را به اطلاع ارباب خود رسانید، ارباب عصبانی شد و به او گفت: زود به کوچه ها و پس کوچه های شهر برو و بینوایان و لنگان و کورها و شلها را پیش من بیاور. بعدن غلام گفت: ارباب، امر تو اطاعت شد و هنوز هم جا هست. ارباب جواب داد: به سرک ها و کوچه باغ ها برو و با اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا خانه من پر شود. بدانید که هیچ یک از آن کسانی که دعوت کرده بودم مزه این مهمانی را نخواهد چشید. در بین راه جمعیت بزرگی همراه عیسی بود. او با آنان رو کرد و فرمود: اگر کسی پیش من بیاید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادران و خواهران و حتی جان خود دست نشوید، نمی تواند شاگرد من باشد. کسی که صلیب خود را بر ندارد و با من نیاید، نمی تواند شاگرد من باشد. اگر کسی از شما به فکر ساختن یک برج باشد، آیا اول نمی نشیند و مخارج آن را برآورد نمی کند تا ببیند آیا استطاعت تمام کردن آن را دارد یا نه؟ در غیر این صورت اگر پایه آن را بگذارد و بعد نتواند آن را تمام کند، همه کسانی که آن را ببینند به او خواهند خندید و خواهند گفت این مرد ساختمان را شروع کرد ولی نتوانست آن را تمام کند.
یا کدام پادشاه است که به جنگ پادشاه دیگری برود بدون آنکه اول بنشیند و مطالعه کند که آیا با 10,000 سپاهی می تواند با یک لشکر 20,000 نفری مقابله کند؟ و اگر نتواند، او خیلی زودتر از این که دشمن سر برسد سفیر می فرستد و تقاضای صلح می کند. همچنین اگر شما حاضر نیستید تمام هستی خود را از دست بدهید، نمی توانید شاگرد من باشید. نمک چیز خوبی است، اما اگر خود نمک بیمزه شود، به چی وسیله مزه اصلی خود را باز یابد؟ دیگر نه برای زمین مصرفی دارد و نه می توان به صورت کود از آن استفاده کرد. آن را فقط باید دور ریخت. اگر گوش شنوا دارید، بشنوید.